بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله به جمیع محامدهی کلها علی جمیع نعمهی کلها و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آلهی آل الله لا سیما بقیت الله الذی بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء و لعنت الدائمت علی اعدائهم اعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام محضر یکان یکان شما بینندگان عزیز. الحمدلله رب العالمین، در نشستی دیگر محضر شما رسیده ایم بر گفتگوی 192مین کتاب شریف نهج البلاغه، خطبه قاصه. آرام آرام به انتهای این خطبه شریف نزدیک می شویم و باید فقره های پایانی خطبه رو با هم بخوانیم. یکی از سوالاتی که یا دغدغه هایی که گاهی اوقات در دل ماها ممکنه باشه اینه که فی المثل چرا مثلا خدای متعال بیت الله خودش رو در یک سرزمین آبادان پر از جنات و انهار و اشجار و آب و هوای خوش و اینها فی المثل چرا فلان حکم رو ظاهرا اینقدر سخت گرفت و چرا و چرا و چرا؟ این نسبت به احکام پرسش میکنیم. پرسش هم عرض کردم، اون پرسش هایی که پرسش های استفهامی باشه هیچ اشکال نداره، خیلی هم خوبه. اتفاقا میپرسم تا بفهمم، میپرسم تا آگاهی پیدا کنم. اون پرسش هایی مشکل خواهد داشت که استعجابی نیست، استفهامی نیست، استنکاریه. طرف میپرسه تا بزنه، میپرسه تا نقد کنه، میپرسه تا عدم انجام کار خودشو نفی کنه، توجیه کنه. ببینیم امیرالمومنین سلام الله علیه درباره این موضوع چی میفرماید. در همین کتاب شریف نهج البلاغه در خطبه قاصه که خدمت شما چندین جلسه است میخوانیم و مباحث مختلفش رو طرح میکنیم، دقیقاً به همین موضوع حضرت اشارات بسیار بسیار دقیقی فرمودند نسبت به اینکه آدمی اعتبار بگیره از این احکامی که خدای متعال فرموده است و این احکام الله چه حکمی و چه در واقع عللی دارند. خدمت شما عرض کردم مرحوم شیخ صدوق کتابی نوشته است به نام علل الشرائع، یعنی علت تشریع ها و احکام رو از زبان اهل بیت علیهم السلام برای من و شما عنایت کرده است و درج کرده است و آورده است، اگرچه که تمام احکام نیست و آنچه هم که از آن احکام حکمش صادر شده است تمام احکام نیست، تمام در واقع حکمت ها نیست، ممکنه حکمت دیگه هم باشه. میرسیم به اینجا درباره الکعبه المقدسه. در خطبه قاصه مرتضی علی فرمود الا ترون ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه الى الاخرین من هذا العالم به احجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع. نمیبینی که خدای متعال تمام مخلوقات خودشو از آدم تا آخر اختبر، امتحان کرد و آزمود به یه احجاری که لا تضر و ضرری نمیزنه ولا تنفع و نفعی واسه آدم نداره ولا تبصر و ولا تسمع، نه میشنفن نه گوش میدن نه میبینن. فجعلها بیته الحرام الذی جعله للناس قیاما، و این سنگها رو قرار داد بیت خودش که این بیت بیت الله و حرام هم است، من محترم بیت الله المحترم بیت الله الحرام. میبینی خدا با اینا قرار داد اینو. ثم وضعه به اوعر بقاء الارض حجرا، سپس اون خونه رو تو سنگلاخی قرار داد از همه سنگستانهای زمین دشوارتر. و اقل نتائق دنیا مدرا،
و از در یک روی ریگزاری قرارش داد که از تمام عالم کمتر اینجا شما گل و گیاه میبینید، یعنی یک زمین لم یزرع برهوت، درسته؟ و از یق بطون الاودیت غطرن بین جبال خشنه و رمال دمثه. در دره مکه رو داره وصف میکنه، در دره قرار داد این خانه خودشو با اون سنگ ها، اون ریگزار ها که از دیگر دره ها تنگ تر، در میان کوه های سختی از دیگر کوه ها سخت تر. خب چرا تو این سرزمین قرار داد؟ ثم امر آدم و ولده ان یسنو اعطافهم نحوه فصار مثابتا لمنتجع اسفارهم و غایتا لملق رحالهم تحفی الیه ثمار الافئده. سپس آدم و فرزندانش رو امر فرمود که برای این خانه جایگاهی قرار دهند که سفرهای خودشون رو در اینجا آغاز کنند و سود سفرهای خود رو در آن بردارند و مقصدی باشه که بارهای خودش رو اونجا فرود بیارند، دلها در آن شیدا شود. یعنی به یه معنا اون محلی که یه دره بی آب و علف بود و ریگزار نامناسب بود تبدیل شه به یک محل پر رفت و آمد، متجر و معبد و عبادتگاه بزرگ. قصه مفصل، مرتضی علی هی مثالهای مفصل میزنه، به اسماعیل چه فرمود، به ابراهیم چه فرمود. با این که ولو اراد الله سبحانه ان یزع بیته الحرام و مشاعره العظام بین جنات و انهار و سهل و قرار جمل اشجار دان الثمار ملتف البنا متصل القرا بین بره سمراء و روزه خضراء و اریاف مهدقه و اراس مقدذه و ریاض ناظره و طرق آمره لکان قد سقر قدر الجزاء على حسب ضعف البلا. اگه خدا میخواست که این سرزمین خودشو تو یک سرزمین پر، این بیت خودشو تو یک سرزمین پر آب و علف قرار بده، جناتی داشته باشه، انهاری داشته باشه، آمد و شدهای دقیقی داشته باشه، زمینهایی که پر از گیاه باشه، بقعهایی که باران و باغستانهای خرم داشته باشه، راههای آبادان براش باشه، چه اتفاق می افتاد؟ همش نتیجهش اینه، قد سقره قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء. هرچی آزمایش آسونتر نتیجه هم آسونتر، هرچی آزمایش سختتر نتیجه هم سختتر. پس خدا با آزمایش فلمثل قرار دادن کعبه در یک سرزمین با این اوصاف، غرضش و حکمتش این بود که امتحان که سخت‌تر گرفته میشه، محصول و نتیجه برای آدمیان بهتر و نیکوتر خواهد بود، نیکوتر خواهد بود. مفصل هنوز امیرالمومنین رو رها نمی‌کنه و باز هم در واقع این رو می‌فرماید که اگر می‌خواست سنگ این خانه رو از یاقوت و زمرد قرار بده، یک یاقوت حمرا، خب این کارو می‌کرد. خب اگه اینا بود دیگه رفتن به مکه و استلام اون حجر زمردین یاقوتین چه ارزشی داشت؟ یا اگرم داشت ارزشش دیگه مثل الان نبود. لب لباب حرف چیه؟ لب لباب حرف اینه که توی این عالم احکام الله یکی از مهمترین حکمتهاش آزمایش خلقه، آزمودن خلائق و مخلوقاته. خب هرچه آزمایش سختتر نتیجه هم دشوارتر، هرچه آزمایش صعبتر نتیجه هم دشخارتر. دقت فرمودید؟ مسئله اینه، مسئله همینه. این موضوع جای تأمل بسیار داره که من احکام الله و دین رو یک آزمون خودم بدونم. یه مثال بزنم ببینید،
در شهرهای گرمسیری مثل شهر مقدس قم، مثل خوزستان ایران، شهر البته متاسفانه اوضاع آب و هوا در کل عالم به هم ریخته و ما گرمای سوزان رو توی شهرهایی هم حتی داریم که گمانشو نمی کنیم. در شهرهایی مثل عراق، کشورهایی مثل عراق، چی میخوام بگم؟ یه بانویی که به دلیل اعتقادش به خدای متعال مسلمانه، سپس محجبه است، خب واقعا توی این گرمها، گرماها، توی این سختیها تحمل میکنه این پوشیدن حجابو در مقایسه با کسی که اصلا امور براش مهم نیست، سالبه به انتفاع موضوعه؟ آیا اندالله اینا مساوی هن؟ والله اگر مساوی باشن، اینی که به خودش سختی میده، به دختر کوچولوی نزدیک به دوران تکلیفش سختی میده، به او حجاب میپوشونه، اونو محجبه میکنه، آیا این آدم، این پدر مادر، این بچه در مقایسه با پدر و مادر و بچه دیگری که اونها متاسفانه چندان انسانهای مقیدی نیستن، لذا حجابی و پوششی و هیچ سطح رو بر خودشون روان میشمرند یکسان خواهند بود؟ قطعا نه. یک مسلمانی که در ماه مبارک رمضان در گرما در سرما به خودش این تعب و سختی رو میده که صائم باشه، روزه بگیره، گاه در برخی از بلاد بیش از 13-14 ساعت طرف روزه است، طولش زیاده، طول ایام روزه گرفتن، آیا این با کسی که اصلا دغدغه این حرفا رو نداره و براش دائم خوردن و پرداختن به بطنش خودش و شکم خودش و خوردنی های خودش اصل اصیله مساویه؟ قطعا این گونه نیست، قطعا این گونه مساوی نخواهند بود. ما دینداری رو گفت افضل الاعمال احمزها، بهترین عملا سخت‌ترینشه، احمز اعماله. اگر من اعمالی رو انجام میدم توش سختی و صعوبت و ثقل احساس میکنم، این سختی و صعوبت و ثقل شیرینی جزا رو داره. نمیدونم بینندگان عزیزمون توفیق تشرف به کربلا رو در ایام اربعین داشتن یا نه. تمنا میکنم حتما این کار رو بکنید. خودم هم اعتراف کنم که سال گذشته اولین سالی بود که من توفیق داشتم اربعین مشرفشم کربلای عالی، عتبات عالیات شهر مقدس کربلا. درگیر بودم همیشه این زمان خاص رو به خاطر اینکه مصادف با دهه آخر سفر بود و یه سری برنامه ها داشتم. امسال هم توفیق سفر کوتاهی به اربعین پیدا کردن در اربعین و کربلای سید و شهدا. تمنا می کنم این کار رو هممون انجام بدیم، جز برنامه های غیر قابل تغییرمون باشه. چی میخوام بگم؟ خب این انسانی که خودش با خانوادهش توی این مسیری که نه هوای درست حسابی داره و نه استنشاق اکسیژن درست هایی میشه کرد و ریزگردهای فراوانی در این هوا موجودن و ریه آدم رو بسیار آسیب میزنه و آدمی نفس کشیدن براش گاهی دشوار میشه و از همه اینا مهمتر ما که در شهرها عادت به زندگی های ماشینی کردیم، این مسافت طویل رو در چند روز پیمودن ها و گمان شما اینه که خدای متعال برای انسان هایی که این کار رو انجام میدن ثواب و نتیجه و محصول دقیق و عالی در نظر نگرفته؟ قطعا در نظر گرفته. یعنی آدمی بر اساس خطبه مولا میابد که هرچه در امور دینی، هرچند که سخت باشه، حرکت بهتر و دقیق تری داشته باشه، نتیجه برای او نتیجه بسیار مناسب تری خواهد بود. بگردیم به بحث. مرتضی علی سلام الله علیه چه فرمود؟ امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود که اینجا خانه خدا به عنوان یک مختبر، یک آزمایشگاه تواضع و تکبر نشان داده شد. ادامه بدیم. ان الله یختبر عباده بانواع الشدائد و یتعبدهم بانواع المجاهد و یبتلیهم بظروب المکاره اخراجا للتکبر من قلوبهم. عجیب واقعا چقدر موضوع تکبر و مرتضی علی چسبیده و رها نمیکنه. خدای متعال آزمایش کرد بندگانش رو به انواع شدائد و از اونها درخواست تعبد و بندگی کرد به انواع مجاهدت ها و سختی ها.
و اونها رو مبتلا کرد به انواع مکاره و دشواری ها. واسه چی؟ اخراجن لتکبر من قلوبهم، تا تکبرشون تموم شه و خارج شه. ببینید محل تکبر کجاست؟ قلب آدمی. اخراجن واسه اینکه خارج کنه اون زحماتی که تو دین میکشن، اینی که نصف شب پا میشه نماز شبشو میخونه، این که صبح پا میشه این شیرینی خواب از خودش میزداید، خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده را از سبیل. این خواب نوشین بامداد رحیل رو رها میکنه و بلند میشه و وضو میگیره و نمازشو میخونه. اخراجن لتکبر فی قلوبهم و اسکانن لتذلل فی نفوسهم، برای اینکه این تزلزل تو جانش اسکان پیدا کنه، قرار پیدا کنه، با جان و پوستش عجین بشه. و لیجعل ذالک ابوابا فتحا الى فضله و اسبابا ذللا لعفه، برای اینکه این کارو یک بابی و دری قرار بده که گشوده شده به سمت فضل خدای متعال، و اسبابی قرار بده، ذلول مثل ذلول، به شطور ذلول که شطور ذلول میگه شطور راهوار، شطوری که خوب و نرم و آهسته و پیوسته حرکت میکنه، یه اسباب ذلولی باشه برای رسیدن به عفو خدای متعال، یعنی یک اسباب و وسائلی که نتیجه بده و حرکت درستی باشه و آدمی رو پیش ببره. یعنی پس دینداری و شرع در نگاه اهل بیت علیهم السلام یکی از مصادیق مهمش تواضع آفرینی است و اخراج تکبر من قلوبهم هست. فلاح فلاح فی عاجل البقی و عاجل و خاتمت الظلم و خامت الظلم و سوء عاقبت الکبر، باز دوباره کبر. فانها مسیدت ابلیس العظما و مکیدته الکبرى التي تساور قلوب الرجال مساوره السموم القاتله. پس خدا رو خدا رو بپرهیزید، شما رو به خدا پرهیز کنید. پرهیز کنید یعنی اینکه تهاشی کنید، بهش نزدیک نشید. از سرکشی تو این جهان اهل سرکشی نباشید، اهل شاخ و شونه کشیدن نباشید. یه جمله هست میگن که تو فرهنگ عامیانه، مثل آدم حرکت کن. یکی به من میگه فلانی مثل آدم باش، خب یعنی چی؟ من آدمم دیگه. میگه نه، مثل آدم باش. تحلیل کردن برخی از جامعه شناس ها، لغت پژوها، گفتن یعنی چی میگن مثل آدم باش؟ مثل آدم حرف بزن، مثل آدم راه برو، مثل آدم بیا، مثل آدم بگو. یعنی چی؟ آدم نه یعنی بنی آدم در مقابل حیوان، آدم در مقابل ابلیس، آدم ابوالبشر، آدم پدر ما در مقابل ابلیس. به محض اینکه اون ترک اولا از جانب آدم سلام الله علیه سر زد، که خب امر آمد که احبطا الا الارض فلان فلان بلدید، آدم مثل ابلیس شاخ و شاره نکشید، اعتراض نکرد، نگفت که آیه رو دو سه هفته پیش خواندیم که خدایا به خاطر اینکه گمرام کردی سر راشون میشینم منحرفشون میکنم، لاغوین نهم فی الارض اجمعین، همه شونو اغوا میکنم. اینو نفرمود آدم علیه السلام، تا فهمید مسیرون درست نرفته عذرخواهی کرد، سرشو انداخت پایین، توبه کرد، اسباب توبه رو هم خوب تنظیم و تدبیر کرد. ما در زندگیمون باید مراقب باشیم که چی؟ اهل تواضع باشیم. به تعبیر اون فرهنگ عامیانه آدم باشم. اگه معصوم که نیستم که، تازه آدم سلام الله علیه خطا نکرد که، آدم ترک اولا کرد. مثل آدم خطا و عصیان و معصیت که نبود که، ترک اولا بود. همین آدمی که ترک اولا کرد سرش انداخت پایین گفت ببخشید. ببخش، خدا بخشیدش، اما دیگه قرار نبود برگرده از زمین به جایی که برگشته بود بهش، به زمین. پلن و برنامه و تنظیم خدا این نبود. اما خود آدم سلام الله علیه اعتراض نکرد، خود آدم سلام الله علیه شکوه نکرد، شاخ و شانه نکشید، بلکه ساکت شد، عذرخواهی کرد. عذرخواهی میکنم از اطاله کلامم. انشاءالله موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.